سلام یه لپتاپ اینجاست که صفحه اولش این شکلی میاد بالا موس حرکت میکنه و هیچ کار دیگه ای نمیشه کرد نه تسک منجر باز میشه نه با کنترل شیفت اسکیپ نه با آلت کنترل دیلیت و میخوام که ویندوزش رو بیارم بالا و درستش بکنم این یه ویدیو متفاوته قرار همه فکرهایی که به ذهنم میرسه و هر کاری که انجام میدم رو به شما بگم و روی لپتاپ انجام بدم تا ببینم تو کدوم مرحله درست میشه همیشه اغلب اوقات این من باید چند تا کار رو انتخاب بکنم تا اینکه به نتیجه برسم و نمیدونم دقیقا ترتیبش چه باشه خیلی وقتا اتفاق واقعی که میفته اینه که به ترتیب شروع میکنم این کار رو انجام دادن تا ببینم کجا به نتیجه میرسم واسه همین گفتم که شاید ویدیو متفاوت باشه جالب باشه واسه تون بدونید که چه اتفاقی میفته و چه کاری انجام میدم که اگر خدای نکرده شما هم لپتاپتون یا کامپیوترتون این اتفاق واسه افتاد بتونید انجام بدید و شما هم این کارا راهو یاد بگیرید با من امرو بشید سلام من اردشیر کاویانی هستم اینجا شارهای کامپیوتره و همجور که گفتم قراره با هم دیگه بریم ببینیم این ویندوز رو میتونیم درستش بکنیم یا آخر مجبور میشیم براش ویندوز نصب بکنیم اول این کاری که باید انجام بدم باید تلاش بکنم ببینم آیا میتونم همین ویندوزی که فعلا روش هست و معلومه که میاد بالا فقط به یه مشکل خورده رو بازسازی بکنم بیارم بالا میخوام برم وارد منوی ریپیر ویندوز بشم و از اونجا ویندوز رو ریپیر کنم برای اینکه وارد منوی ریپیر بشید دو تا حالت وجود نداره یا من دوتا کار بلدم یکی اینکه دیویدی ویندوز بذارم یا فلش ویندوز بذارم بوت کنم با اون بیام بالا برم داخل ریپر یکی دیگه اینه که اگه فلش ویندوزی همراهتون نیست یا هر چیز دیگری سه بار یا چهار بار پشت سرم سیستم رو خاموش کنید به محض اینکه دوباره روشن میشه خاموشش بکنید که ویندوز بفهمه وارد یه مشکلی شده و اون صفحه ریپر رو واسه بیاره من این کارو میکنم ببینم که میتونم بیارمش بالا اگه نشد با فلش میزنم بیاد بالا چشم رو نگاه میکنم اینجا چرا خاموش بشه خاموش شد دوباره روشن میکنم دوباره که داره میاد بالا دستم رو نگه میدارم الان داره صفحه ویندوز لود میشه بیاد بالا خاموشه دوباره روشن دست نگه میدارم دوباره خاموش دوباره روشن این بار خودش رفت وارد Preparing Automate ریپیر شد و وارد اون صفحه شد که من میخوام پس این یکی از راحت ترین که شما بتونید وارد ویندوز آر ای یا ویندوز ریکاوری بشید به این صفحه ای که الان میاد بالا و این ویندوزی که مشاهده میکنید میگیم ویندوز آر ای یا ویندوز ریکاوری من وارد این صفحه میشم و سعی میکنم ببینم که چیکار باید روش انجام بدم خب تو این صفحه که اومد میگه که کامپیوتر شما به درستی ایجاد نه، بالا نیومده استارت نشده میخوای ری کنم میگم نه خودم این کارو کردم ادوانس آپشن رو میزنم توی این قسمت به جنگ که کانتینیو رو بزنم ترابل شوت رو میزنم و وارد این صفحاتی میشم که میتونم یه سری کارها رو انجام بدم گزینه اول واسه ریفرش کردن کل پی رو دوباره بیاد برگردنه ریست کردن همینجور دست به اینا نمیزنم نمیخوام این کار بکنم وارد ادوانس آپشن میشم توی ادوانس آپشن گزینه های مختلفی دارم بهترین گزینه ای که اگه کارم رو را این گزینه سیستم ریستوره اگه من از قبل ریستور پوینت داشته باشم به اون برگردونم روشن میکنم میگه که یوزر که داری باید پسوردش رو بزنی پسورد این یوزر رو به من نگفتن پسورد خالی قبول نمیکنه یک دو سه قبول بذارید پسورد رو بپرسم خب پروژه سخت شد واسه اینکه گفتم پسورد نمیدونن اصلا پس میرم از بقیه موارد استفاده میکنم میام توی استارتاپ ریپیر میزنم هر کاری بخوام میکنم پسورد رو از من میخواد و نمیتونم این کار رو انجام بدم یه رای دیگرش اینه که پسورد بش کنم کامنت بازم پسورد میخواد متاسفانه توی این قسمت که شما بخواید وارد بشید باید پسورد رو بزنید من میرم تو حالت سیف مود بیارمش بالا ببینم تو حالت سیف مود میاد بالا اون یکی یوزری که دارن رو پسوردش رو دارن ببینم با اون میتونم مشکل رو حل بکنم و بالا بیاد یا نه خب من زدم تو حالت سیف مود بیاد بالا فعلا این پنجره اومده این یوزر رو به من پسوردش رو گفتن ببینید با این یوزر میتونم وارد بشم حالا باید ببینم اینی که اومد بالا چون دوباره یه سارت شد سیستم این سیف مود یا محیط اصلیه به نظر میاد که محیط اصلیه یعنی با یه تریک خیلی ساده مشکل حل شد و ویندوز تو حالت عادی اومد بالا و حال خوب حالا اگه بخوام باید برم اون یوزر ای آر آی رو برم درستش بکنم که مشکل حل بشه فعلا که ویندوز اومد بالا یه دو سه بار ریسیت میکنم ببینم که اوکی همه چیز یا نه خب من یه کوچولو گشتم توش که ببینم اوکی یا نه و اوکی بود حالا اومدم ریستارت کنم ببینید آپدیت ان ریستارت آورده مشکل چی بوده احتمالا مشکل بوده که اومده آپدیت بگیره ویندوزش و نتونسته ویندوز رو درست آپدیت بکنه و اون مشکل برخورده باید برم ببینم که این گیر ویندوز آپدیت چیه چرا ویندوز آپدیت رو نتونسته انجام بده متاسفانه این ویندوز 8 مزخرفه و چقدر من باش مشکل دارم میام توی ویو آپدیت ها ببینید آپدیت هایی که میخواد بره انجام بده رو نگاه میکنم البته آفیس 2013 یه سری از این آپدیت ها یه سری ویندوز 8.1 درایور هاست که میخواد بره انجام بده 1600 مگ آپدیت گرفته و این آپدیت هاست که دوچار مشکل شده یه بار دیگه میزنم آپدیت هاشو انجام بده ببینم که بازم به این مشکل میخوره یا نه میزنم اینستال بشه آپدیت ها دانلود که هنوز من اینجا بهش پسورد ندادم نمیتونه پس بذار یه بار ریستارتش رو انجام بدیم و آپدیت ببینیم که بازم به همون مشکل میخوره یا نه خب متاسفانه یا خوشبختانه خیلی مسخره مشکل حل شد مشکل از کجا بود از اینکه اومده بود آپدیت کنه نتونسته بود آپدیت کنه من یه بار اومدم گفتم برو توالت حالت سیف مود بیا بالا رفت به که تو سیف مود بیاد بالا روی کرد سیستم سالم اومد بالا نکته مهمی که من اصلا دوست ندارم اینجور ویدیوهایی بسازم به خاطر اینکه خب چیزی آموزش ندادم نکته خاصی نداشت تنها نکته ای که دارم این ویدیو رو منتشر میکنم به خاطرش من خیلی وقت اینجور ویدیو میرسه می به اینجا میبینم به درد نمیخوره منتشرش نمیکنم تنها ای که دارم منتشر میکنم اینه که بگم خیلی وقتا مشکلات همینقدر ساده حل میشن فقط کافی یه ذره سوادمون رو ببریم بالا چهار تا تست انجام بدیم بریم یه سرچ بکنیم این کارا رو انجام بدیم و یاد بگیریم اگر من میرفتم یوزر پس یوزر ادمین رو داشتم اون یوزر ARI ای ای آی که دیدید پسوردش رو میزدم شاید وی میتونستم بسازم هر چیز دیگه اصلا نداره پسوردش رو نمیدونن خودشون و الان مجبورم اگه بخوام پسورد براشون بشکونم که بتونم این کار انجام شدم. ولی مشکل حل شد نکته مهمش اینه که بدون این چیزا مشکل حل شد فقط یه بار رفتم توی اون منو گفتم یه ریستارت بکنه با سیف مود بیاد بالا نتونست بیاد بالا و مشکل من حل شد تنها دلیلی که دارم منتشر میکنم ویدیو رو دارم تاکید میکنم اینه که ببینید خیلی وقتا مشکلات همینقدر ساده حل میشه و خواهش میکنم از کسایی که دارید این کارو یاد میگیرید اگر واقعا مشکل کسی به این سادگی حل شد ازشون هزینه نگیرید من هیچ هزینه از این فرد میگیرم به خاطر اینکه کاری نکردم واقعا وقتی کاری نکردید هزینه بابتش نگیرید امیدوارم که این ویدیو هرچند کوچیک به درد یکی خورده باشه و اگر شما هم کامتری تو مشکلی داشت بتونید اینجوری حلش بکنید من اردشیر کاوینی هستم اینجا چارراها کامتره فعلا خدا نگهدار